نماز میت یکی از فرس های کفایی است و کیفیت خواندن آن به این شکل است که جنازه را در برابر امام قرار داده و سر میت را به طرف راست قبله و پاهای او را به طرف چپ قبله قرار میدهیم و امام در کنار سر میت میستد و اگر میت زن باشد امام در وسط جنازه قرار میگیرد و نماز میت شامل چهار تکبیر است و دستان خدا در حین گفتن هر تکبیر بلند میکند و بعد از تکبیر اول سوره فاتحه را میخواند و بعد از تکبیر دوم بر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مانند تشهد نماز سلوات میفرستد و بعد از تکبیر سوم برای میت با اخلاص دعا کرده و بهتر است دعا برگرفته از سنت پیامبر باشد و بعد از چهارمین تکبیر کمی می استد و یک بار تسلیم به طرف راست خود می کند و اگر سمت چپ تسلیم کند مشکلی نیست زیرا در بعضی از احادیث وارد است و اگر جنینی بعد از چهار ماه سخت شد می توان بر آن نماز خواند به دلیل حدیثی که می نماز بر جنین سخت شده خوانده می شود و برای والدین او طلب دعای هدایت و رحمت می شود و جایز است بر میت قایبی که نماز بر او خوانده نشده است نماز میت را ادا کرد به دلیل فعل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که نماز میت را برای نجاشی خواند و هرچه جماعت نمازگذار بر میت زیاد باشد بهتر است به دلیل قول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که می فرماید هر جنازه که بر آن جماعتی از امت اسلام نماز بخوانند بعددشان عددشان به صد برسد و همه آنها برای او طلب شفاعت بکنند شفاعتشان در حق میت قبول می شود و نماز میت بر شخص کافر جایز نیست به دلیل الله تعالی می فرماید نماز را بر آنها نخوان و بر قبر آنها حاضر مشو چرا که آنها به الله و رسولش کفر ورزیدند و وقتی که مرگ به سراغ آنها آمد فاسق بودند